آتا، شما هنوز زنده ای؟ خب قضیه چیه؟ اومدیم ببریمت پیش امیر خان، منتظرته. به اون امیر خان ارباب نامردتون بگین من دیگه دوربر کارهای سابق و خیت کشیدم، میخوام برم دنبال یه لقمه نون حلال. حالا زود بزنیم به چاک، جوست نداریم دست خالی برگردیم. ای باقا تو بارس با ما بیای. آخدا میبینی که نمیذارن راحت باشی، میگم که آخ بسر چه؟ منه میزنی؟ کجا؟ هره بایسته ببینم سری آتام بایسته به تو میگم از این لباس چیه که طلب کرد؟ این لباسیه که باش میرخصم، فهمیدی؟ تو غلط میکنی میخوایی با این لباس برخصی، من به تو این اجازه رو نمیدم. باز اوضا قمل در عقب شد. سلام. بریم بیرون. هزار دفعه بهت گفتم اینجا یک کاباره است، مردم به کافه و کاباره میان که لنگ پاچه آرتیستا رو ببینن. هرچی لنگ و پاچه نشون مردم دادم بسه، دیگه نمیخوام این کارو بکنم. تو غلط میکنی، من به پول میرم که طبق دستور من عمل کنی. یلو این لباس بپوش. نمیپوشم، من با این لباس نمیرخصم. خفه میشم، من با این لباس رو نمیپوشم. میزنمت که خون بالا بیاریم، مثل این که یاد دفت هفته پیش چه برای سر داردم. یعنی بچه حالا چجا بیاریم؟ برش کنیم بستشه، یاله برو اون لباس کنیم. فراموش نکن باید از دستورات من اطاعت کنیم و برای همیشه فکر این باورم از کلت بیرون کن. گره نکن زره جون، لباسی تو بپوش، میبینی که این بیشه ها دست برداری تو صورت پاکو، من میرم نزخون تیرازه. گره نکن. سلام اشرف جون، راستی بهت گفتم که قیافت چقدر واسه آرتیست شدن خوبه. آره گفتی، چند دفعه بهم گفتی. خب پس بیا امشب با هم باشیم. میترسم زیادیت کنی جون. آره تو بمیری. دختر منو دست کم نگیر، خیلی از آرتیست های بزرگ این کافه دست برورده این منم، میمیرم واسه جون. چی کرده برم بزن مرمواتم زیاد باشیم. گار شمارده شور تو معلومات تو ببره. ایستتان جا توف بزنات پدره. بس سلام شخصی ها، قر بده بیا. راستی بهت گفتم که قیافت چه غزه واسه آرتیست شدن خوبه. بارو شخان، دختر منو دست کم نگیر، خیلی از آرتیست های بزرگ این کافه دست پرورده منن. بیا شبا با هم باشیم چون من میخوام. بارو آتا مارمان میگیزه مارو مارموله. ببین این گوهر نایاب عدستان پرشیم هم میشی آخه. توف به ذات پدره. بس سلام مینو کماری، چه غزه خماری. راستی بهت گفتم که قیافت چه غزه واسه آرتیست شدن خوبه. آره صد دفعه گفتی. پس بیا امشب با هم باشیم. خب دیدی چه آیدی؟ دختر منو دست کم نگیر، خیلی از آرتیست های بزرگ این کافه دست برورده منم. بس سلام رفت خانم جان، راستی بهت گفتم که قیافت چه غذا واسه یه. آره گفتی که قیافم به درد آرتیست شدن میخوره. نه با اتفاقا میخواستم بگم قیافت عوضیه، به درد آرتیست شدن نمیخوره. آخ خدا پما چجوری آخ دایی دلمونو. بس سلام.
کی بگم با کی بگم کمه بال هر کی بگم کی بگم با کی بگم کمه بال هر کی بگم 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 برای من ترانه میخون کجاست تو دست گرمش نوازش کنه دستم نگاه گرم و گیراش بشینه توی چشمان کی بگم با کی بگم کمه بان هر کی بگم کی بگم با کی بگم کمه بان هر کی بگم 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 چی میگم؟ امشب شما باید کاملا مواظب سری باشید. اگه بو ببره که حبیب از زندان آزاد شده، یه دقیقه اینجا بند نمیشه. آسته برو با دراشه که چیگی به ماشینم نواله. چون قربه دارم نخندرت میتره که چون قربه لبتون برم که استخون نداره. زری خانم زری خانم جان لباساتو عوض کن، در عقبی بیای تو آشپزخونه. آشپزخونه؟ آره آشپزخونه. برای چی؟ آخه حیب آقا از زندون آزاد شده. چی؟ راست میگی؟ آره به خدا. آخه خدا شکرت الهی، صد هزار مرتبه شکرت. زری فرار کرد. از کجا؟ از در پشت آشپزخونه. یالا باشا بریم. بریم کجا؟ فرمودی کجا؟ ایمه همینجا بودک. کجا؟ بابا همینجا بایسا بایسا نوکم کجا؟ سم حق نداری از این به بعد پات از کابر بیرون بذاری. با منظرشون باشید. خدا من چقدر بدبختم. تا کی باید از سیر این نامرد باشم؟ تا کی باید تو این کابر مثل یه زندونی زندگی کنم؟ من میذاره
از اینجا بیرون برم نمیذاره کسی رو ببینم. حالا دیگه بدتر شد، تو هم باید تو آتش من بسوزی. آسته نخور زنی جون، آسته نخور، همه چی درست میشه. هی با جونم میاد همه کارا رو روبرا میکنه. آخه چطور روبرا میکنی؟ از کجا معلومه که حبیب بیاد سراغ من؟ از کجا معلومه که هنوزم منو دوست داشته باشه؟ خدا کنه باشدش. بینام امیر خان هستم. بله بفرمایید. تو کجا؟ تو دفترم. بابا اون حبیبی که من میشناسم از جونشم بیشتر دوست داره. من میدونم اول کاری که میکنه میاد سراغ من. امیر خان همین بابا همین الان اومد تو کن. چین بایی کنم اینا بچه فاکشو نامر. شما این حبیب آقا تعارفو بذار واسه خالت زری کن. میبخشی که نتونستم بیام پیش واسه همی که لاشخورات فرستادی کلی میبینم فرم که بهشون الام دادی زیادی حرف بزن جواب منو بده. یال نبگو زری کجاست؟ گفتم زری کجاست، بگو ولا بعد میبینی. این صدای حبیب بود؟ نه بابا صدای حبیب کجا بود؟ ای با چرا؟ به خدا من صدای حبیب و از صدای قلبم بهتر میشناسم. آخ که الهی قربون صداش ده. حبیب اومده. حبیب آقا جونم اومده. تا قلب جان دیده تو از سینه بیرون نکشیدم بگو زره کجاست؟ بگو تا خفت نکردم. میگم اما همینطوری که نمیشه، شرط و شروطی داره. من با تو هیچ شرط و شروطی ندارم، بگو زره کجاست؟ آخه همینجوری که نمیشه مرد. چرا میشه؟ گوش کن کفتار کثیف، من دیگه نمیخوام دنبال اون برنامه های پردرآمدی که به قیمت جونم تموم میشد برم. هرچی زندونی به خاطر استفاده های نامشروع تو کشیدم بسه. خرف هم شدی؟ حالا بگو ببینم زری کجاست؟ اگه بیان جانا با این چاقو شعارکت قطع میکنم. یالا سر خرکش کنی یالا. چرا خفه خون گرفتی؟ بگو این لاشخور از اتاق برم بیرون. بچه ها کاری نداشته باشی. حالا سر عقل اومدی، بگو زری کجاست؟ بگو. خب اینو از اول میگفتی، تو که با آدم فرصت نمیدی. من اینو که یادته کجا زندگی میکرد، همون اتاق دادم به زری. فکر کردم تو نیستی، گفتم زیر پروبال خودم باشه. پس بگو زندونیش کردی. نه حالا آقا جا تو گیش کنی. نفهمیدم. بفا زری. حبیب جون. بسته دیگه، بسته ما هم به فیض حیب آقا جونمون برسی. حیب آقا نوکره دم جون، نوکره دم و جانکره دم. حیب آقا جون اون دوتا خون تشنه دم در چی شدن؟ بارو نگاه شو کن. نگاهی شدن و نگاهی شدن. نیکا شکو مثل که چند صد سال مردن. بهتر نکنه واقعا که گل محمدی کاشته. یعنی چه؟ یعنی چناره؟ پدر سگاه همه لب بخوری کنه تو سرتون کنه. او گوشاتو با کمه بی چی میکنم؟ من میدونم که اون سفته رو به زور از این دختر معصوم گرفتی. اگه یه وقت به سرت بزنه که بخوای یکیشو رو کنی، سرتو از تنت جدا میکنم. فهمیدی؟ بیبریم آقا.
شما هیچ میدونه قیافه تو چقدر به درد عروس شما میخوره؟ نه بابا جون شما خیلی از عروسای این شهر دست پرورده من هم جون من مرگ شما. برای اینکه به شما ثابت کنم چقدر قیافتون به درد عروس شدن میخوره، بیا امشب با هم تمرین کنیم. نه جونم من تمرین ممرین نیستم، برو سراغ کس دیگه. مسافرت چند روز طول میکشه؟ 3-4 روز بیشتر طول نمیکشه. چطوری؟ هیچ، دلم یه کمی شور میزنه. آخه میدونی یه زن تنها توی خونه زرم داشت. ای بابا تو هم که همش آیه یأس میخونی زری جون. با خدا باش، هیچ اتفاقی نمیفته. فقط کاری که میکنی مواظب سعید پسرمون باش. پسرمو دست تو میسپارم. خداحافظ. خداحافظ. ان شاءالله سفرت به خیر باشه. قربون تو، فدات بشم. یا علی. خدای خودت پشت و فلاش مسافرت رو بفرد. پس تو شما به چه میگن؟ بچم چی از جونم میخوای؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ من شوهر دارم. اگه به خودت رو بچم علاقه داری من منظور تو نمیفهمم. آخه بگو ببینم چی از جون من میخوای؟ ببین زنی، من کلی برات خرج کردم، زحمت کشیدم تا آرتیست شدی، کلی خرج تبلیغاتت کردم تا مشهور شدی. مفت اون که از قبل من به همه چی رسیدی. تازه کلی چک و سفته از من گرفتی تا خرخره مبلغ کم کردی. چک و سفته چیه؟ بیا اینم چک و سفته. تازه هر قدم پول بخوای بهت میدم. که چطور بشه؟ که دوباره برگردی کافه. از روزی که تو رفتی کافه من از رونق افتاده. تو برای من شانس داشتی زری. ببینم تو رو خدا، آخه من یه عمر در به دری و بدبختی کشیدم، تازه دارم مزه خوشبختی رو میچشم. ازت خواهش میکنم دست از سرم بردار، بذار با شوهرم و بچم زندگی کنم. چند تا بزنم ای بابا؟ پارش کن. چش، من بدون تو نمیتونم زندگی کنم زری. من تو رو دوست دارم. برو گم شو، برو از اینجا بیرون. من دوست دارم. Oh, my God.
45 تا. ای داد کیف پولم، به نظرم تو خونه جا گذاشت. باشه بعد هی بگو. نه باس باس، برگردم خونه تو، مسافرت، احتیاج به پول دارم. خداحافظ. حالا مجبورم کرده اون کاری که نباید بکنم. به تو این نالوتی، به تو میگم مرد، بیا بریم بس دیگه. بچه‌مون تو خونه تنهاست، میدونی پشت بون به پشت بون تا کجا اومدی؟ چی شد؟ نمیدونم. چی شده؟ مرد. به خدا قسم من نکشتمش، به هرچی تو این دنیا مقدس قسم، من اونو نکشتم. آقای باسپورس، شما تا به حال چندین بار به جرم دزدی، باز کردن گاف صندوق، قاچاق و جرائمی از این قبیل محکوم شده و به زندان افتادین. آیا اقرار به سوابق گذشته خود دارید یا خیر؟ آقای باسپورس، گذشته ما کاملا صاف و شما ساکت باشین. آقا آقای باسپورس، به خدا قسم من اونو کتک زدم ولی نکشتم. به هر چی تو این دنیا مقدسه من اونو نکشتم، من فقط اونو به شدت کتک زدم. بفرمایید، من اونو به قصد کشت کتک زدم. به من اونو به قصد کشت کتک زدم برای اینکه بزنم نظر داشت، ولی به خدا قسم من اونو نکشتم. در بازجویی‌های قبلی گفتی
وقتی وارد منزل شدم و امیر رو در حالت تجاوز بزنم دیدم، خون جلوی چشمامو گرفت. میخواستم اونو با دندونم تیکه تیکه بکنم، میخواستم با دستم خفش بکنم. آیا شما این حرفا رو زدید یا خیر؟ بله این حرفا رو زدم، ولی فقط اونو به شدت کتک زدم. بله انقدر کتک زدی که جونشو بگیری، که نفسشو تو سینش حبس بکنی، و چون دیدی هنوز نفس میکشه به منزل برگشتی، رو برداشتی و با شلیک چند گلوله آخرین نفس رو تو سینش حبس کردی. اگه من اونو کشته باشم اثر انگشتم باید رو ماشه تفنگ باشه. تو آدم سابقه داری هستی، تا به حال چندین بار به جرمهای مختلف به زندان افتادی، در ارتکاب جنایت آدم کارکشتهی هستی. تو خیلی خوب میدونی چطور اسلحه رو به کار ببری که اثر انگشتت روی ماشه اون باقی نمونه. تو در موقع کشتن امیر دست چشم دست داشتی. آقای بازپرس خواهش میکنم اجازه بدین منم توضیح بدم. خانم شما ساکت باشین، به موقعش از شما هم سوال میشه. خب در مورد دستکش چی داری بگی؟ چی دارم بگم آقای بازپرس؟ من اصلا اسلحه‌ای در دست نداشتم که دستکش داشته باشم. بگین ببینم آیا شما این آقایون رو میشناسین یا خیر؟ بله میشناسمشون. شبی که از زندان آزاد شدی، در زد و خوردی که با مقتول صاحب این عکس داشتی، اون رو تهدید کردی که اگه روی سفته‌ها اقدام کنه سرش رو از تنش جدا میکنی. آیا شما این حرفو زدید یا خیر؟ بله من این حرفو زدم آقای بازپرس، برای اینکه اون آدم بدجنسی بود، اون سفته ها رو به زور گرفته بود. من اونو تهدید به مرگ کردم ولی میخواستم فقط بترسونمش. بسیار خوب، بسیار خوب. بنویسید ختم بازپرسی اعلام میشه و طبق دلایل و شواهدی که در پرونده امر موجوده قرار مجرمیت متهم صادر و پرونده به دادگاه احاله میشه. جمعاً 12 نفر کشته و 75 نفر زخمی شدند. در بین اسامی کشته شدگان این حادثه نام یک زندانی محکوم به حبس ابد، حبیب فرزند اسدالله نیز ذکر گردیده است. جسد کلیه مقتولین این حادثه در محل به خاک سپرده شده است. رسانه
راستی هیچ بهت گفتم قیافت چقدر واسه آرتیست شدن خوبه؟ جون شما تمام آرتیست های این شهر دست برورده من هست. مرگ تو من دست کم نگی دختر، بیا امشب با هم باشیم تو معلومات عشقت زیاد بابا. بشه قلبم گواهی میده که اون نمورده. من میخوام برم همه جا دنبالش بگردم. این شد حرف حسابی. اتفاقا من یه دست ساز آواز درست کردم، بریم شهر سونا. تو رو میخوام با خودم ببرم، همونجا آواز میخونی، هم دنبال روح حبیب خدا بیامارزت میگردی. حاضری؟ آره پر رفتی. بیچارگی، حالا چه خاکی به سرم کنم؟ آقا زبونم لال، اگه این زن طوریش بشه من چی کار بکنم؟ انشالله که طوری نمیشه آقا، صبور باشین. دکتر میگفت تصادف زیاد خطرناک نبود. صبور باشین، ای داده بیا، چه اتفاق بدی؟ ببینم حضرت آقا، این خانم دختر شماست؟ خاک دوسترت کنم، دیدی چه خاکی به سرم کردی؟ آقا شما خودتون شاهد بودین که من تقصیری نداشتم. والا به خدا تقصیر من نبود. اون خانم یه دفعه پرید وسط خیابون جلوی ماشین من. ای داده بیا. چی شد خانم برسا خانم؟ حالش چطوره؟ حالش بسیار خوب آقا، هیچ نگران نباشیم، فقط کمرش زرده. آقای دکتر گفتن در حدود 2-3 ماه باید بستری بشه و کار نکنه، بنام رو چارچرخه را بره تا خوب بشه. نگران نباشیم. ای داد بیداد، چه بدبختی، چه گرفتاری. آخه من حالا جواب این بچه رو چی بدم؟ شما ببین آقا، من آدم ثروتمندی هستم. تمام اهالی این شهر منو میشناسن. من حاضرم کلیه خساراتی رو که به شما وارد شده بپردازم، قسم میخورم به جون این یگانه دخترم، قسم میخورم تا زمانی که زن شما نتونه کار بکنه میتونه تو خونه من مثل دختر خودم زندگی بکنه. حضرت آقا، آخه اون خانم خانم بندنی. پس کیشون؟ اون همکار منه، شوهرش توی تصادف قطار کشته شده، من از خودش و بچهش نگهداری میکنم. آقا مرتضی کی؟ منم خانم، بندم آقا مرتضی. بگی ببینم بچه رو. سلام علیکم آقا مرتضی. بفرمایید تو. سلام آقای دکتر. سلام جونم. خیلی خوب خانم، خطر برطرف شد، ان شاءالله که حالتون خوب میشه. من با هم بهتون سر میزنم. فعلا خدا. سلام علیکم دکتر. علیکم سلام. سلام مرتضی. سلام سری جون. الهی قربونت برم. الهی تصدقت برم. شکر خدا که زنده ای. خب سری جون، حالا چطوره؟ حالت خوبه؟ آره خوبم، شکر خدا به خیر گذشت. الان حالا کاملا هزار مرتبه شد. جایی که درد نمیکنه. الهی شکر. دست و بالت که درد نمیکنه. نه. الهی شکر. پا و بالت که درد نمیکنه. الهی شکر. ببینم سرت که درد میکنه. الهی شکر.
باز چی گفتی؟ نه نه الهی نشد الهی نشد. خب بگو ببینم راستی چی شد که تصادف کردی رفتی زیر سواره‌ای؟ مرتضی جون دیدمش یه لحظه دیدمش دویدم به طرفش که خوردم به ماشین. چی یادونی؟ حبیبو. حبیبو؟ آره به خدا حبیبو. باز داره به کلت باز خیالاتی شده. به خدا خیالاتی نشدم من حبیبو دیدم. من با چشای خودم دیدمش. والله خودش. خب بابا دیدیش دیدیش. مهم اینه که از خطر مرگ هستی. بگو شکر الهی شکر که خطر مرگ هستم. خدایا شکرت. خدایا صد هزار مرتبه شکرت. بفرمایید خواهش. شما تعهد میکنید که ببرینش منزلتون رو ازش؟ بله آقای دکتر، من تمام مخارج عمل و بیمارش رو میپردازم و تعهد میکنم در منزلم مثل دخترم ازش نگه دارم. متشکرم آقای احتشام. پس بفرمایید تو. خواهش میکنم بفرمایید. ببین هلو ببین ها. میگم که قیافتون واسه آرتیست شدن خیلی خوبه با. نه بابا جون شما، میگنی تمام آرتیست های بزرگ این مملکت دست پرورده این منم. نه بابا جون شما، اگه میخوای به حسابت بشه بیا امشب با هم باشیم، معلومات عشقیمون زیاد میشه. برو بابا دلت خوشه. ده بیزا بس هم نکن. سلام خانم فلونی، عرض داشته هم چکرم. بله شما هیچ میدونی قیافتون خیلی به درد آرتیست شدن میخوره. مرگ شما بیشتر آرتیست‌ها دست پرورده منه. جون من جون شما، برای اینکه بهتون ثابت کنم حاضرم همین امشب تو همین مریض خونه. بله بابا بسلام. از چرا تا به حال شوهر نکردی؟ هیچ وقت فکرشم به سرم نیومده. من مردونگی رو فقط تو وجود حبیب شناختم. هیچ وقت نمیتونم تو چشم مرد دیگه ای حتی نگاه کنم، چه برسه به اینکه زنش بشم. میخوام تا آخر عمر خاطره عشق حبیب رو تو قلبم نگه دارم. در این مدت فقط با یاد حبیب، با خاطره های حبیب زندم. آفرین، من این وفا و محبت تو رو تحسین میکنم. اگه تونستی افا من دردی بچی خیال کردی. یادش بداش بادا 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 سعی بگی لیلا دبا نفتا نیاکو نیاکو گوله بیمین سنرکی رو نگاه کن زرم موجه باش سکتیا بنام شما هم مشغولم. جونه جون شگاری زبستا. آخه امروز دلم میخواد تو فر دامنه که بمیشم من به درینه کچل را سلام علیکم زر خانوم. و سلام حالی چطور آقا مرتضی؟ چاوکرم و نوکرم. سلام سلام باشی آقا مرتضی. لیلی خانم جون من مدت هاست میخوام یه چیزی بهتون بگم. بگو بینم چی میخوایی بگی؟ میگم که شما هیچ میدونین قیافتون چه قضه و سارتیز شنن خورده. جدی میگی؟ جون شما. ولی من شوهر دارم آقا مرتضی، خیال آرتیست شدنم ندارم. تا هم وقت سخته میخریم آقا مرتضی، تیرت به سنگ خود. خانم شوهر دارم، اسم شوهرشونم ایرج خانه، تازه کیام رفتن مسافرت. بله بله. شما شوهر داری؟ در خاله ای دختر امی چیزی ندارین که به درد ما بخوره؟ متاسفانه نه. دختر امو چطور؟ اونم نه. دختر داهی چطور؟ اونم نه. بابا معلومه شو شما مثل ما بیفک و فامیلی. ببینم تو این دوره برادر همسایه ها کلفت ملفتی هم ندارین که به درد ما بخوره، یعنی همسایز ما باشه بخواد آرتیست بشه. متاسفانه نه. ببینم پس بنده اینجا تا فعلی هست. بله پس تا چهار خدا هم فعل تا که اینجا موندگار شدی منم رفتم سراغ آرتیست پارتی خودمون. تو این مدت به شماها خیلی زحمت دادیم، امیدوارم این دم آخری خاطره خوشی از من داشته باشی. آره ببین میخوام یه خواهشی ازم. ها بگو. قول بده حرفمو زمین نندازی. نه میخواد برای همیشه مثل یه خواهر اینجا بهت. انقدر به من محبت کردین که من اینجا رو مثل خونه خودم میدونم. ولی آخه شوهر تو از مسافرت میاد، نمیگه من یه زن غریبه اینجا چی کار میکنم؟ نه ایرج مرد بسیار خوبیه، حتم دارم از حضور تو این خونه خیلی هم خوشحال میشه. الو چی؟ راست میگی پدر؟ ایرج از مسافرت میاد؟ آره تلگرافش الان رسید، فردا با هواپیما میاد. خودت آماده کن. ای خدا چه خوب، خیلی ممنونم پدر، خبر خوشی بهم دادی. قربونتون برم، خداحافظ. چی شد؟ شوهرم فردا از مسافرت آیا به تبریک میگم. چشمت روشن. متشکرم لیلا جون. بابا ایرج فردا از مسافرت میاد. آره بابا این نازش بابا این درش میاد.
ببینم تو این مسافرت موفقیتی به دست آوردی. بله پدر، با اون دوتا شرکتی که فرموده بودید قرارداد خوبی براتون بستم. آفرین آفرین، من به هوش و ذکاوت تو همیشه اعتقاد داشتم. متشکرم پدر، شما لطف دارین. خب تو تعریف کن ببینم خوشگل خانم. راستی میدونی ایرجو، در نبودن تو به جمع خانواده ما دو نفر اضافه شدن، یه مادر با پسر کوچیکش. چی؟ یه مادر با پسر کوچیکش؟ آره، آخه میدونی من با یه زن تو خیابون تصادف کردم. جدی میگی؟ آره به خدا. خب زنکتوری نشد که؟ نه زیاد، فقط کمرش یه کمی صدمه دید، مدتی تو بیمارستان بستری بود، بعدم آوردیمش منزل تا حالش خوب شد، حالا پیش ما مونده. نمیدونی چه زن خوب و مهربونیه، تو کار خونه به ما کمک میکنه، اینقدر با من دوست شده که حد و حساب نداره. آه، پس بفرمایی خدمتکار آوردی؟ نه، اون برای من یه دوست خیلی خوبی شده. در هر حال کار خوبی کردی که از یه زن بیکس نگهداری میکنی. سلام. سلام. پس لیلا کجاست؟ همینجا هست. لیلا، لیلا کجایی؟ لیلا اینجا مامان. بادو بابا اومده، بابا از مسافرت اومده. برو بیا، خدشو برم، برو بخرم. سلام برو ماه نشجو زد جون، خدشو برم. خوشگل، چه خوشگل شدی تو. بابا زار بزنش برم. بفرم خوش برم. خوبی بابا. داری خانم کجا؟ رفته بیرون، الان بر میگرده. برو بشو میدن خود خمان یه مشروع برم. متشکرم آقای احتشام. خوش گذشت بابا جون. جات خالی بود دختر خوشگلم، نمیدونی چقدر دلم برای تنگ شده بود. دلم خیلی دلم بسه تنگ شده بود بابا جون. من دلم برای یه ذره شده. خب تعریف کن ببینم بابا برم چی آوردی؟ هر چی که دلت بخواد دخترم، همه چی. برای سعیدم آوردی؟ سعید؟ سعید کی؟ دوست منه. آقای احتشام دوست دخترم کیه؟ پسر همون خانومیه که پیش ماست، اوناش اونجا نشسته. سعید جو بیا با بابا آشنا بشیم. بیا ببینم. بلاشو بیا اینجا. ماشالله دستشم کرده تو دهنش. به به بیا اینجا ببینم چه پسر بانمک و قشنگی. به 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 ماشالله چه پهلوانم هستی. سلام به رو ماه نشسته. ببینم کوچولو حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ خب بگو ببینم اسمت چیه کوچولو؟ ببینم اینمش کی؟ اسمت چیه عزیز جون؟ اسمت چیه؟ سعیده. سعیده؟ باریکلا به سعید. چند سالته سعید جون ها؟ چند سالته؟ میدونی چند سالته؟ چهار سالته؟ ماشالله. خب بگو ببینم پدرت کجاست؟ پدرت کجاست؟ من پدر ندارم. مادرم میگه وقتی کوچیک بودم پدرم مرده. پدرت مرده؟ عیبی نداره بابا جون، هیچ مهم نیست، عوضش مامان خوبی که داری. مامان داری، اصل کار مامانه که تو هم داری. سلام خاله. سلام عزیز دلم. سلام. سلام مامان، مواظب باشی وقت نری لب استخرا. مثل بچه های خوب برین زیر آلاچیق با هم بازی کنی. باشه. باریکلا. بری سعید جون. سلام سری جون. ایوا سلام. اونجا رفتم تو بودم خرید. چی خریدی؟ رفتم والا یه خورده خرت و پرت از این چیزا خریدم. خب شوهرت به سلامتی اومد. متشکرم. قربونت برم. الحمد خیلی خدا رو شد. قربونت برم. خوشحال شدم. راست بیا به شوهرم معرفی کن. اینجوری بعدش. چرا خوبه؟ بیا برو معرفی کن. چه دردی داری؟ شوهرم آدم درویشی. برم یه دستی حالا به سر و گوشم بزن. باشه نه. حالا نمیخواد بیا. یه بار میگردم. خیلی خب زود برگردی. باشه. چرا دارم در باز سدی بیداریم تو؟ ایره جون زری خانم بهت معرفی میکنم، ایشون هم اینه شوهر. چی شده؟ پدر! پدر!
یعنی چی شده؟ بهتره ببریمش رو تخت بخوابونی بشی. آره خوشیم چرا همچی شدی؟ خدای من خدای خودت کنم. سالهای سال بود چشم به راه تو بودم، همیشه احساس میکردم بالاخره روزی تو رو پیدا میکنم، اما افسوس وقتی تو رو پیدا کردم که در آغوش زن دیگه ای هستی. تو به عشق و وفای من خیانت کردی. حالا میفهمم که عشق و وفا و محبت همش دروغه. من از همین امشب میرم و خودم رو به رسوایی کشونم تا تلافی بی وفایی و دروغ تو رو کرده باشم.
وایسا ببینم این چه افتضاحیه که درآوردی. یالا راه بیا بریم از اینجا. یالا به تو چه مربوطه؟ اصلا تو کی هستی که من امرو نهی میکنی؟ چی شده این سر صدا چیه؟ تو یه آدم دروغگو بی شرم هستی. حرف زیادی نزن بیا بریم. به تو میگم یالا بدم کن برو پی کارت. من با یه آدم حقبازی مثل تو کاری ندارم. های آقا قضیه چیه به منم بگو آخه. من نمیفهمم بعد چند سال دوری بین شما دوتا این چجور برخوردیه که با هم دارین؟ آخه تو از هیچی خبر نداری. این مرد یکی از دروغگوترین آدم هاییه که تو عمرت دیدی ها؟ ولی اینطور نیست. شماها هیچ کدومتون هیچی نمیدونین. حتی که میدونی واسه ما بگو بفهمی. خب چرا معطلی؟ ده بگو دیگه بگو ما بفهمی. خیلی خوب خیلی خوب مرتضی پس گوش کن. گوش کن زری خیال نکن که من آدم حق باز و خیانتکاری هستم. خیال نکن به دنبال پول و تجمل یا هوا و هوس منو تو این شهر پیدا کردی. نه زری نه اینطور نیست. اگه هیچی ندونه لاقل اون خدایی که ناظر اعمال بنده هاشه میدونه که من همیشه چشم به راه تو بودم. همیشه یاد تو رو خاطره تو رو عشق تو رو تو قلبم حفظ کردم. بذار ماجرا رو وسط بگم. وقتی اون تصادف وحشتناک قطار اتفاق افتاد من مرگ و جلوی چشای خودم دیدم. بی اختیار از ته قلب فریاد زدم یا امام هشتم. دیگه چیزی نفهمیدم ولی مثل این که خدا نمیخواست من بی جهت بمیرم و یا این خواست خدا بود که به جرمی که مرتکب نشده بودم مجازات بشم. راسته که میگن سر بیگناه پای دار میره اما بالای دار نمیره. در هر حال دستی از غیب نگهدار من شد و من از اون تصادف جون سالم در بردم. وقتی به هوش اومدم و چشم باز کردم دیدم توی کلبه روستایی هستم. بعد فهمیدم که اون زن و شوهر روستایی منو در یه حالت نیمه جون کنار رودخونه پیدا کردن و به کلبه خودشون آوردن. اون بنده خداها 3-4 ماه مشغول معالجه و مداوای من بودن. اونا نهایت مواظبت و مراقبت رو از من کردن تا منو از مرگ حتمی نجات دادن. آره واقعا انسان‌های نمونه‌ای بودن. وقتی حالم به کلی خوب شد و تونستم راه برم با یه دنیا تشکر و سپاسگزاری از اون زن مرد روستایی خدافظی کردم و روونه شهر شدم. اولین فکری که به نظرم رسید این بود که هر چه زودتر بیام سراغ تو و بچم. خیلی وحشت داشتم مبادا کسی منو ببینه و بشناسه. حالا غافل از این بودم که تو روزنامه اسم منم جزء مقتولین حادثه قطار بوده. خلاصه شبونه اومدم در خونم. یه خانومی که نمیشناختمش اومد دم در گفت چند وقت از اینجا رفته و ما خبری ازش نداریم. زری باور کن من دنبال تو خیلی جاها گشتم تا اینکه یه فکری به نظرم رسید. یه شب کسی رو که فرستاده بودم تو کافه از برای بچه های اونجا ازت خبر بگیره اومد گفت میگن از اینجا رفته. گفت شوهرش توی تصادف قطار کشته شده. اونم بار و بونش رو جمع کرده و با مرتضی نامی رفته یه شهر دیگه. کسی غیر از این ازش چیزی نمیدونه. بله خلاصه دنبال تو به همه شهرستون رفتم. برای پیدا کردن تو همه جا را زیر پا گذاشتم. تو یکی از روزایی که دنبال تو میگشتم قربون تو حادثه تازهی برام اتفاق افتاد. حادثه‌ای که به زندگی درهم و برهم من رنگ تازهی زد. کمک مردم کمک کنید به دادم برسید. چی شده؟ تو رو خدا یکی بیاد کمک کنه دخترم داره میمیره. چی شده آقا؟ دستم به دامنه به دادم برس دخترم از دست دخترم چی شده؟ دخترم خودش تو عموم حبس کرده. بریم ببینیم چه در آخره. برو ببینم. دختر نازنینم از دستم رم خدایا خودت کمک کن. همون اینجاست. خدایا خودت کمک کن. وای خدای من رگشو زده. حالا چه خاکی تو سرم بکن. خدا بیاد چه جمعونی ازش را بوده. خدایا کاری بکن من که دست و پامو گم کردم. باید برسونیش بیمارستان. دختر نازنین بیا آقا بیا کمک کن کردی. خلاصه اون روز من اون دختر رو از مرگ حتمی نجات دادم. البته شانسم با اون یاری کرد. دکترها به موقع به دادش رسیدن چون خون زیادی از بدنش رفته بود به طوری که یه لحظه دیرتر به قیمت جونش تموم میشد. خب بعدش چی شد؟ و
بعد از این حادثه صمیمیت عجیبی بین من و اون دختر و پدر به وجود اومد، به طوری که چند روز بعد اونا منو به خونشون دعوت کردن. وقتی وارد خونه اونا شدم یه مرتبه سر و صدای دعوا مرافع اون پدر دختر رو شنیدم. چرا این کارو کردی؟ چه می‌خواستی کنی؟ علت چی بوده؟ نمیتونم بگم. نمیتونی آدی چه کارت کرد؟ ولای علی قسم اگه حقیقتو نگی، اگه علت این کارتو نگی، با چاقوش شبت پاره میشم. هر کاری دلت میخواد بکن، میخوای منو بکشی بکش. چرا معطلی؟ بذار تو روزنامه ها بنویسن دختری به دست پدرش کشته شد. من که ابایی از مردن ندارم. بکش، راحتم کن. آخه من پدر تو هستم، غریبه که نیستم. چرا نمیخوای حقیقتو به من بگی؟ خواهش میکنم بگو علت خودکشی چی بوده. نزار تو در همسایه چیزی نمیدونی. من همه چیزو میدونم. من تمام حرفاتونو شنفتم. چطور؟ از شما همه چیزو شنیدی؟ وای، پس شما فهمیدین که من چه آدم بدبختی هستم. آبرو و حیثیتم به باد. وقتی پیر مرد رو تو اون وضع رقت بار دیدم، وقتی دخترشو دیدم با چشمای اشک‌آلود و قلبی شکسته و ناامید، فهمیدم که دیگه زندگی اونا به بن‌بست رسیده. فوراً فکری به خاطرم رسید. آقای احتشام، میخوام یه پیشنهادی بهتون بکنم. پیشنهاد؟ چه پیشنهادی؟ اگه شما و دخترتون موافق باشین، میخوام اونو از شما خواستگاری کنم. جدی میگی؟ بله، جدی میگم. آخه از این پیش آمدی که اتفاق افتاده؟ مهم نیست، ولی باور کردنی نیست. تو با این کار انسانیت و جوانمردی رو تموم کردی. شرف آبروی منو حفظ میکنی. بذار از تو نه 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 شکرم جبون، ممنونم تو منو نجات دادی. پدر، ممکنه خواهش کنم منو با ایشون تنها بذاری؟ البته دخترم، البته. شما برای چی این تصمیمو گرفتین؟ به خاطر اینکه تو زندگیم هیچ وقت تاب و تحمل رنج دیگرونو نداشتم. پس در واقع شما میخواین رول یه آدم جوان مرد بازی کنین؟ نه، من هیچ وقت تو زندگیم رول بازی نکردم. همیشه سعی کردم خودم باشم. شما خیال میکنین من چه جور دختری هستم؟ دختری که با میل و رغبت تو بغل یه غریبه انداخته و حالا که بی‌عفت شده دنبال یه مرد میگرده که حیثیتشو بهش برگردونه؟ نه، من اینطور کنم. من فکر میکنم تو این اتفاقی که افتاده شما کوچکترین گناهی نداری. شما گول خوردین. حتی شما اینقدر به فکر حیثیت و آبروی خودتون بودین که حاضر شدین دست به خودکشی بزنین. خب، با تمام این احوال شما در پیشنهاد خودتون باقی هستین؟ بله، فقط یه شرط داری. چه شرطی؟ شرطش اینه که من و شما رسماً زن و شوهر میشیم، ولی هیچ نوع رابطه زناشویی بین ما وجود نخواهد داشت. خواهش میکنم چراشو هیچ وقت از من نپرسی. قبول میکنی؟ الان چند ساله که با این زن زندگی میکنم، ولی به حقیقت حق قسم تا به حال حتی دست این زن رو لمس نکردم. علتش هم این بوده که من همیشه تو رو دوست داشتم و حالا هم حاضرم برای اینکه بیشتر بهت ثابت بشه، همین امشب بریم تو اون خونه، به اون پیر مرد و دخترش بگم تو زن رسمی و قانونی من هستی. بهش بگم که من کی هستم. بعد دستتو میگیرم و از این شهر میریم. میریم یه گوشه دنیا و با هم زندگی میکنیم. نه، تو نباید این کارو بکنی. چی؟ نباید این کارو بکنم؟ نه، نه. چی؟ آخه چرا؟ چون اگه این راز فاش بشه، مردم بفهمن که تو شوهر من هستی و بچه اونا یه بچه حرام زاده است، دوباره آبرو و حیثیت اون پیر مرد و دخترش تو این شهر میره. تو این مدت که من پیش اونا بودم فهمیدم که اون پیر مرد چقدر به تو علاقه داره. تو عصای دست اون هستی و
و اگه بفهمه که اصل قضیه چی بوده از غصه دق میکنه. هزار آفرین به معرفت تو. های بقا، تو باید به وجود همچیزانی افتخار کنی. های بقا، من مخالفه. نه باشه باشه، ما این راز رو فاش نمی کنیم. ما میریم تو اون خونه تا ببینیم سرنوشت چی می کنیم. حالش خب، پس تا دیر نشده بریم. بریم باشه. خدا خودت سرنوشت منم زودتر معلوم کن الهی. خب ایشالله که زیارتتون قبول باشه. متشکرم دختر. راستی جان ایرج نهارا میاد خدا حافظ. به سلامت. التماس خوب درست کنی. یادت نه حتما. خداحافظ. خداحافظ. سفر بخیر. در غیاب من از لیلا خوب مواظبت باشی. مطمئن باش. خداحافظ. خداحافظ. سلامون خدا. خداحافظ. خداوند، اون روزی که ایرج به من پیشنهاد ازدواج داد شرطش این بود که بین ما هیچ رابطه زناشویی وجود نداشته باشه. من قبول کردم به خیال این که بتونم با گذشت زمان مهر و علاقه اونو به خودم جلب کنم، ولی الان 4 سال گذشته و این مرد کوچکترین علاقه به من نداره. آخه چه علتی میتونه وجود داشته باشه؟ خدایا بازم به درگاهت استغاثه میکنم. حالا نمیشه صبح به این زودی نری شرکت؟ چطور مگه؟ آخه طول این مسافرت خستتون کرده. یعنی انقدر پیر شدم که از یه مسافرت 24 ساعته خسته میشم. نه دخترم نه، راستی به ایرج بگو امروز زود بیاد شرکت، کارمون زیاده. چشم پدر. برو پسر. ما دیگه بسه. عزیزم چند بود دارم نماشی. بسه عزیزی دلم، تو سر ساعت 8 باید شرکت باشی. امشب و فردا شب من و تو تا لیلی از مسافرت بیاد وقت داریم. خیلی خوب. راستی ببینم نهار چی برام درست میکنی؟ قرمه سبزی. قرمه سبزی دوست داری؟ قرمه سبزی. چه جیور هم دوست دارم. قرمه دارم. خب قرمه تو مرمه. خداحافظ عزیزم. شب خوش گذشت؟ شما برگشتی؟ آره برگشتم. هیچ انتظار نداشتی که امروز برگردم ها؟ سر به زنگا برگردم و شاهد این رخت خواب گناهالود باشم. این بود نتیجه اون همه محبت و خوبی که در حقت کردم؟
اگه میدونستم این همه مهر و محبتی که به تو میکنم شرمانه ایه، همون روز تصادف زیر چرخای اتومبیلم لهت میکردم. حالا میفهمم تو چه زن حق بازی هستی. حرفات خیلی خوب یادمه، میگفتی شوهرم مرده، من تا آخر عمر دیگه شوهر نمیکنم. میخوام خاطره ی عشقشو تو قلبم حفظ کنم، نمیتونم تو چشم مرد دیگه حتی نگاه کنم. این مزخرفه رو سرهم کردی تا بتونی خودتو تو دل من جا کنی؟ تو اینقدر بی شرم و بی حیا هستی که نذاشتی یه شب از غیبت من بگذری. با شوهر من تو اتاق خواب من زیر سقف خونه من، ای توف به تو. پس چرا ساکتی؟ چرا جواب نمیدی؟ من چیزی ندارم بگم. همین الان دست بچه تو میگیری و از این خونه میبری بیرون و الا مثل یه سگ میدازمت بیرون. بیا اینم مزد حرزگی دیشبت. حت میدارم شوهر من به تو مثل یه زن فاحشه کرده. بگو اون تو دفتر منتظرتونه. خانمم؟ بله. بسیار. سلام عزیزم، حالا چطوره؟ چطور به این زودی برگشتی؟ قرار بود چند روز دیگه. دست بزن. خب مثل این که از مسافرت بی موقع برگشتم نه؟ شاید دلت میخواست اصلا برنگردم تا از هماغوشی با یه زن هرزه لذت بیشتری ببری. چی داری میکیسم؟ خودت بهتر میدونی. الان چند ساله که تو شوهر منی، چند ساله توی خونه زیر یه سقف با هم زندگی میکنی و تو توی این مدت حتی یه بار دست منو لمس نکردی. و اون وقت یه شب که تو خونم نبودم با یه زن غریبه که من از روی ترحم و دلسوزی مثل یه کلفت ازش نگهداری میکنم هم وسط شدی. آخه تو وجود اون زن هرزه بی سر و پا چی میشه؟ هسته دیگه. اون زن هرزه نیست، اون زن بی سر و پا نیست. بفهم چی داری میچی. تو از هیچ چی خبر نداری و بی جهت میزنی که گناهی مرتکب نشده تهمت میزنی. اون زن منه. چی گفتی؟ اون زن توه؟ بله، زن رسمی و قانونی منه. من و اون سالها پیش با عشق و علاقه با هم ازدواج کردیم و سعیدم پسر ماست. مریم میگفت که شوهرش مرده، توی یه تصادف ترن کشته شده. اینطور خیال میکرده. به همین جهت شب همون روزی که من از مسافرت اومدم اون خونه شما رو ترک کرد و رفت. من همون شب اونو پیداش کردم و تمام سرگذشت خودم و تو رو براش بازگو کردم، ولی اون به خاطر تو و به خاطر پدرت و به خاطر اینکه آبرو و حیثیت خانوادگی شما حفظ بشه دوباره به خونه شما برگشت. وای خدای من، پس من چقدر به این زن بد کردم، چقدر به اون توهین کردم. من باید ازش معذرت بخوام، باید رو دست پاش بیفتم که منو ببخشی. آخه چرا به لیلی خانم نگفتی که تو و حبیب چند سال زن شوهر هستی؟ اگه میگفتم همه چی به هم میخورد. این سرشون فاش شد و آبرو و حیثیتشون توی شهر از بین میره. تا کی اومده؟ حبیب منتظرت بودم. حبیب میدونستم میری سراغ من. تنها نیستم زری، یه نفر دیگه هم هست. من همه چیزو براش گفتم. منو ببخش. من خجالت میکنم که روی تو نگاه کنم. من ندونسته به تو توهین کردم و حالا اومدم نماز بیفتم که منو ببخشی. منو به نخواهش میکنم. تو که تقصیری نداشتی. خودتو ناراحت نکن. پاشو بریم رو تخت بشین. پاشو بفرمایی. ما چاکر شمایی. نو نو کردن چه چاکرتن. این مخلصتم خوش اومدی. قدم سرچه. از شما هم متشکرم. خیلی خوشحالم از اینکه بالاخره شما دو نفر به هم رسیدین. بالاخره حق به حقدار رسید. ولی از یه لحاظ غم دنیا به دلم نشسته. و اون اینه که شما ها ما رو ترک میکنین و چراغ خونه ما بعد از شما ها سوت و کور میشه. فقط میخوام برای آخرین بار از شما های خواهشی بکنم. بگو هر چی دلت میخواد بگو. متشکرم. بفرمایید. متشکرم. نوش. فردا روز سالگرد ازدواج ماست. پدرم جشن مفصلی تدارک. لابا چاکرتون هم دعوت داره. خیلی خوشحال میشم اگه بیای. نوکر شما. چون برای آخرین بار دلم میخواد حبیب به عنوان شوهر من تو این جشن شرکت کنه. و بعدش عزیزم این چه حرفیه میزنی؟ برعکس، ما قصد داریم بعدش هم اگه شما بخواییم پیش شما بمونیم، چون میخواییم آبروی تو و پدرتو برای همیشه حفظ کنیم. حالا حبیب نشد رفیق حبیب نمیشه؟ شما دفع بزرگواری و انسانیت رو تموم کردین. من نمیدونم با چه زبونی
این همه محبت شما رو جبران کنم. پنجمین سالگرد ازدواج دخترم لیلی با ایرج داماد عزیزمه، مردی که در صداقت و امانت برای من یک فرد نمونه است، مردی که همیشه عصای دست من بوده. من به وجودش افتخار میکنم
و همین جهت میخوام امشب در حضور همه شما مدیریت تمام تشکیلات و کارخونه و تمام زندگیمو به عهده اون بسپرم. یعنی در واقع میخوام هستی و نیستی خودمو در زنده بودنم به این مرد شریف بسپرم. خواهش میکنم به سب کنید آقای احتشام، دست نگه دارید. اتفاقی افتاد آقای دانستون؟ بله آقای احتشام، یک اتفاق مهم و تأسف آور. شما هیچ میدونید شخصی رو که به عنوان جانشین خودتون معرفی کردید چه جور آدمیه؟ شما این شخص رو نمونه یک مرد شریف و درستکار معرفی کردید، درسته؟ ولی اطلاع ندارید که این مرد چه سوابق بد و ننگینی داره. آقای دادستان، شما هیچ میدونید چی داریم میگید؟ بله کاملا میدونم دارم چی میگم. این شخص یک دزد سابقه داره، یک آدم کش حرفه‌ایه، یک محکوم فراریه. این شخص اسمش ایرج نیست، بلکه حبیب، معروف به حبیب خالکوبه. این شخص یک قاتل فراریه که با زرنگی خودشو مرده قلمداد کرده و سالهاست که از چنگ قانون و عدالت فرار کرده. آقای دادستان، شما حق ندارین بیجهت و بدون دلیل داماد منو متهم کنین. داره که کافی در دست دارم، به خصوص شاهد زندهی که در همین مجلس حضور داره و اون زن این مرده. گفتیم زن این مرد؟ بله، زن رسمی و قانونی اون، زنی که مسبب و عامل اصلی قتلیه که به دست این مرد صورت گرفته. ببینم، تو این مرد رو میشناسی؟ تو زن اون هستی؟ بگو زنی، حرف بزن، خواهش میکنم حرف بزن. نه آقای احتشام، اون آقای اشتباه میکنن. من شوهر ندارم، شوهر من سالهاست که مرده. دروغ نگید خانم، شما با شهادت دروغ نمیتونید منکر حقایق بشید. شما زن رسمی و قانونی این مرد هستید. اعتراف کنید که زن و شریک جرم او هستید. بگید، حرف بزنید. تمومش کنید، اینقدر این زن رو رنج ندید. اون به اندازه کافی شکنجه و عذاب زندگی رو تحمل کرده. بله، اون زن منه، زن رسمی و قانونی منه. من اعتراف میکنم که این زن زن منه، زن رسمی و قانونی من، زنی که با منتهای فداکاری حاضر شد رو احساس خودش پا بذاره و منکر بشه که زن منه، فقط به خاطر اینکه آبرو و حیثیت خانواده این مرد محترم و دخترشو تو این شهر حفظ کنه. بله آقای رئیس دادگاه، آقایون قضات، من اعتراف میکنم که اسمم ایرج نیست، اسمم حبیب، معروف به حبیب خالکوبه. من تو زندان تن زندانی ها رو خالکوبی میکردم و این اسمو با خودم از زندان آوردم. من یه آدم سابقه دار هستم، چندین بار به خاطر جرمای مختلف به زندان افتادم. یک فرد در به در آواره محلهای پایین شهرم. از بچگی محروم از محبت پدر مادر بودم. از بچگی تو لجنزار اجتماع بدون سرپرست، بدون باعث و بانی بزرگ شدم. همیشه با دزدی و قاچاق و کارهای خلاف قانون امرار معاش می کردم، ولی همیشه تو قلبم، در اعماق تاریک وجدانم، از کارهای خلاف قانونی که می کردم احساس ندامت و پشیمانی می کردم. تا بالاخره رسید اون روزی که از کارهای بد گذشته سرم به سنگ خورد و به خودم اومدم و تصمیم گرفتم آدم بشم. تصمیم گرفتم برم دنبال یه زندگی شرافتمندانه، برم دنبال یه لقمه نون حلال. به همین جهت آخرین باری که از زندان بیرون اومدم، دست این زن رو گرفتم و با هم رفتیم یه گوشه زندگی ساده ای رو شروع کنیم. ولی متاسفانه میسر نشد، یعنی نذاشتن. یه نفر کشته شد و من به جرم قتلی که مرتکب نشده بودم محکوم شدم. اون وقت خونه خوشبختی رو که با این زن ساخته بودیم یه مرتبه رو سرمون خراب شد و حالا بازم در این دادگاه میگم که من کسی رو نکشتم و بیگناه هستم. آقای دادستان، اگر اظهاراتی دارید بفرمایید. ریاست محترم دادگاه، به استناد دلایلی که در کیفر خواست به اطلاع رسید، این شخص یک بار به جرم قتل عمد در دادگاه استان مرکز به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم گردیده. مضافاً اینکه پس از حادثه قطار سالهای سال با زیرکی و تردستی خودش رو مرده قلم داد کرده و چنگال قانون و عدالت فرار کرده. علاوه‌ها طبق ماده 170 قانون، اشد مجازات یعنی صدور حکم اعدام را برای متهم از دادگاه تقاضا می نمایم. Yeah.
از جای خودش بلند بشه. قبل از اینکه آخرین دفاع خود را اظهار کنید، ضروری است هویت مقتول برای شما در محضر دادگاه محرز بشه. بنابراین عکس مقتول به شما نشان داده می شود. بگید آیا شما این شخص رو می شناسید یا خیر؟ بله آقای. آقای رئیس اجازه می خوام. بفرمایید خانم. من به عنوان یه شاهد می خوام مطلب مهمی رو به عرضتون برسونم. راجب کی و چی خانم؟ راجب مقتول صاحب این عکس. بفرمایید خانم. آقایان قضات، آقای دادستان، این مردی رو که شما به عنوان قاتل در این دادگاه دارین محاکمه میکنین کاملا بیگناهه. اون به هیچ وجه قاتل نیست. قاتل این شخص یعنی صاحب این عکس من هستم. من خواهش میکنم نظم دادگاه را رعایت کنید. تعجب نکنید، بذارید ماجرا رو براتون تعریف کنم. آشنایی من با این شخص اینطور شروع شد. هر روز سر ران قرار میگرفت، هر جا میرفتم و به هر جا قدم میذاشتم اونو میدیدم. یعنی دائم سر ران سبز میشد، برام ایجاد مزاحمت میکرد، از من خواهش میکرد، تمنا میکرد که با اون دوست بشم. خودشو مرد با صفا و با حقیقت جلوه میداد. مرتب برام به وسایل مختلف گل میفرستاد. نه یک روز، نه یک هفته، بلکه ماها این کارو کرد. تا اینکه بالاخره گول این تظاهرات و انسانیت و ادب دروغی اونو خوردم. با تملق و چاپلوسی، با تزویر و ریا، بالاخره عشق و عقل منو دزدید. کم کم بهش علاقه من شدم. به گردش و تفریح می‌رفتم. منو مرتب به خونش می‌برد. تا اینکه یه بار که به منزلش رفته بودم، به من با کلک و تزویر مشروب زیاد خوروند. نمیدونم تو مشروب چی ریخته بود که پس از خوردن احساس سرگیجه شدید کردم. همه چیز به دور خودم چرخ میخورد، ولی یارای حرف زدن و مقاومت نداشتم. این وضع مدتی ادامه پیدا کرد تا اینکه به کلی بیهوش شدم. بعد از روشم چند بار به سراغش رفتم. همیشه به من ندیده ازدواج بود، ولی هر بار به بهانه ای از من فرار میکرد. تا اینکه فهمیدم ازش حامله شدم، اون وقت به کلی قنگه زد و بعدم منکر همه چیز شد. منم تصمیم گرفتم تقاسم رو ازش بگیرم. مدت ها در تعقیبش بودم تا اینکه اون شب توی اون باغ لحظه ای که مدت ها در انتظارش بودم رسید. بله آقایون قضات، این شخص نامردی بود که شرف و آبروی منو برباد داد. اون حیثیت و عفت منو لکه‌دار کرد. من به خاطر حفظ شرف خودم و پدرم دست به خودکشی زدم. ولی این شخص که شماها اونو به عنوان یک قاتل میخواین اعدامش کنین، جون منو نجات داد و با گذشت و فداکاریش شرف و حیثیت من و پدرمو خرید. حالا حاضرم هر گونه مجازاتی رو طبق قانون بپذیرم. دادگاه وارد شور میشود. دادگاه وارد شور میشود. علی‌هذا به استناد دلایل و شواهد موجود در پرونده، دادگاه به اتفاق آرا حبیب فرزند عبدالله را از اتهام منتسبه تبرئه نموده و خانم لیلی فرزند احتشام را با توجه به علل مخففه به 3 سال زندان محکوم می نماید. قابل فرجام است. استشون نخون یری خانم، 3 سال که هیچی، 13 سالم که هیچی، 30 سالم باشه به خاک میشینن تا از زندون بیای بیرون. اون وقت خودم نوکرت میشم که آخر عمر. هیچ دفعه کمی هم از این حیباقا خالکوب ندارم. بخند جون من، این کم بیمیره. بخند تو، بخند که لام هستم. این شاد جینگره تو برم حیباقا. بالاخره ما قیالدار شدیم. لیلی خانم جون، نگفتم قیافت به درد عروسی به خودم میخوره؟ اینه و قیافه خودم که به درد داماد سرخونه میخوره.